اگر در شرایط سرایت کرونا ویروس خوانندگان مکتب و دانشگاه ها با تهدید مواجه شوند، روند تحصیل با نظرداشت تجربه کشورهای دیگر متوقف خواهد شد. وزیر معارف تاجیکستان تاکید میکند که هر اقدام در هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا ویروس گرفته خواهد شد. در وزارت معارف میگویند که در تاجیکستان شرایط برای گزارش به تحصیل فاصله‌ای فراهم آورده شده است. به گفته مقامداران، نقشه درس‌ها و واسطه‌های تعلیم از جمله درس‌های ویدیویی برای خوانندگان از صنف 1 تا 11 تهیه شده‌اند. هرچند این مطالب در شبکه‌های اینترنت دسترس خواهند بود، اما مسئولان بیشتر روی تلویزیون تمرکز کردند. ما میدونیم که در مناطق کوهستانی کشور نه همه کودکان با سمارت فون ها، با پلانشت ها، با نوت بوک های شخصی تامین هستند که آنها توانند که تحصیلات فاصله ای را گرفته باشند. ارشاد سلیمانی، یک فعال جامعه شهروندی، تاکید میکند که وزارت معارف بجز از آغاز تعلیم در مکتب ها راه دیگری ندارد. تعلیم فاصله‌ای در تاجیکستان غیر امکان است، چون از 2/3 اهالی به اینترنت با سرعت و با صفت دسترسی ندارد و چند درس ویدیویی توسط تلویزیون برای تعلیم گرفتن کافی نیست. حتی اگر برای همه مکتب‌ها برنامه یگانه تهیه شود، هم برای آموزانیدن خوانندگان صنف 11 مکتب‌ها وقت افری تلویزیون نمی‌رسد. چه که وزارت معارف ما دارد، فقط من کردن درس است. این پتانسیل تکنیکی گذراندن درس فاصله‌ای را ندارد. حتی در وقتهای شهر دوشنبه این پتانسیل وجود ندارد. مسئولان وزارت معارف میگویند برنامه تحصیل فاصله‌ای برای دانشجویان، خصوصا غایب‌خوان‌ها، قبلا آماده شده است. بنابراین در دسترسی به مواد تعلیمی مشکل پیش نخواهد آمد. مشکل دیگری خادمان وزارت معارف بازگردان ختم کنندگان از خارج بوده است. به قول مقامداران، هنوز هم از سبب بسته بودن راه ها نزدیک به 1000 دانشجوی نمی توانند به خانه برگردند.